همانگونه که در گزارش شنیدید، پس از قتل فجیع مهسا یا ژینا امینی به دست نیروهای حاکمیت اسلامی در ایران، مردم شهر سقز در بدرقه و خاکسپاری ژینا همراه خانواده وی حضور پرشکوهی داشتند. مردم سقز و به ویژه زنان جسور و مبارز این شهر با ادامه اعتراض خود و تجمع در مقابل فرمانداری، جرقه یک خیزش را در سراسر کردستان و بسیاری از شهرهای ایران زدند. روز گذشته نیز به فراخوان نیروهای سیاسی برای اعتصاب عمومی، مردم جواب مثبت داده و شهر را به تعطیلی کشاندند. در اوایل بعد از ظهر دیروز دوشنبه به دلیل اختلال در خط اینترنت، هنوز هنگامی که به زحمت میتوان ارتباط برقرار کرد، با خانم نجیبه سالزاده، فعال زنان و فعال کارگری ساکن شهر سقز تماس گرفتیم و مرور کوتاهی را بر اعتراض و اعتصاب شهر سقز داشتیم. لازم به ذکر است که هنگام ضبط این گفتگو، اعتراضات خیابانی در روز دوم یعنی دوشنبه و همزمان با اعتصاب عمومی آغاز نشده بود. خانم نجیبه سالزاده، سلام عرض می کنم و سپاسگزارم که دعوت صدای نو از سیدنی استرالیا رو پذیرفتین و مهمان برنامه ما شدین. آخرین خبر اعتصاب عمومی در شهر سقز چی هست؟ با درود و وقت بخیر به شما و شنوندگان عزیزتون. جور که اطلاع دارید، تمام شهر مامورهای امنیتی کل شهر رو فرا گرفته، بازار و مغازه یا همه جا تعطیله و مردم خیلی خوب به این اعتصاب و اعتراض جواب دادن و مغازه ها به طور کلی شما گفتین که تعطیله، درسته؟ بله بله، صبح چند تای مثل خبازی و سری سوپرمارکت که باز بودن، ولی دیگه حالا همه تعطیل شده، هیچ کجا باز نیست. و اما اجازه بدین به حضور شکوهمند مردم در مراسم خاکسپاری زنده یار ژینا امینی بپردازیم. حضور زنان در این مراسم چگونه بود؟ بله، همونطور که در ویدیو خودتونم مشاهده فرمودید، حضور زنان واقعا با شکوه بود. خیلی خیلی استقبال گرمی کردن، با اینکه قرار شده بود تشییع جنازه و خاکسپاری مهسا ساعت 9:30 باشه، ماموران امنیتی فشار آوردن به خانواده آقای امینی که صبح که ساعت 5 رسیده بود سقز خاکسپاری بشه، ولی با ممانعت پدر مهسا افتاد ساعت 8:30 که مردم جمع بشن و خاکسپاری با شکوهی بود. شعارها و بیانیه که سرداده شد حول چه مسائلی بود؟ یا شما چگونه اون رو ارزیابی میکنید؟ چه نکاتی رو برجسته کرد؟ شعارها که داده شده بود که اعتراض به وضعیت کشته شدن مهسا بود، به حجاب اجباری بود و به فشاری که روی مردم ایران و بخصوص زنان ایران بود. شعارها خیلی رادیکال بود، شعارهایی که خودجوش بود، از دل خود مردم بود. شعارها جالب بود، خیلی خیلی مردم این شعارها را از ته دل با ناراحتی و فشاری که در دل داشتن، مشکلی که برای مهسا پیش اومده بود، مشکلی نبود برای تنها مهسا، مشکلی که برای تمام دخترای ایران پیش میاد، همه معترض بودن و این شعارا حول هوش همونا بود. آیا سخنرانان و پیام‌های دیگه‌ای نیز در اونجا قرائت شد؟ بله، خیلی هاش بله سخنرانی کردن، شعر خوندن، دکلمه خوندن و کشته شدن مهسا رو محکوم کردن و خیلی نگران بودن از این وضعیت. برداشتن روسری و حجاب ها با یک حرکت نمادین شجاعانه و قدرتمند بود. پیام زنان با این حرکت چی بود؟ بله، همین که آخوندی که میخواست نماز بخونه روی جنازه مهسا، زنان فشار آوردن و اعتراض کردن و گفتن که مهسا به خاطر نماز کشته شده، به خاطر حجاب کشته شده، ما اجازه نمیدیم روی جسد مهسا نماز بخونن. و به همین که آخوند میخواست صحبت کنه، همه زنا یک صدا رو سریاشون رو در آوردن و از آخوند هو کشیدن و اینو به اعتراض به حجاب اجباری و کشته شدن مهسا، روسری ها همه رفت بالا، روسری ها رو در آوردن. به نظر شما قتل مهسا امینی یا ژینا امینی
چرا این گونه بر قلب و روح مردم تأثیر گذاشت و موجب اعتراضات در واقع سراسری شده؟ چند ساله که ایران این فشارهای حجاب و فشارهایی که روی مخصوصا زنان ایرانه و قتل مهسا که اصلا واقعا پوشش مهسا هیچ مشکلی نداشته به همین خاطر بود. واقعا مهسا اصلا مشکلی نداشته، همون جور که فیلمایی که الکی درست کرده بودن مهسا پوشش کاملی داشته، هیچ مشکلی نداشته. بعدا مهسا بیگناه بوده، از خودش دفاع کرده به همین خاطر و به خاطر اینکه تمام زنای ایران، دخترای ایران که میرن خیابون اصلا میترسن از این وحشتی که گشت ارشاد و مسئولین برای زنان و دخترای ایران گذاشتن. مهسا به خاطر همین بود. الان مردم میگن امروز مهسا، فردا دخترای ماست. همین دیگه خشم مردم رو جلوه دار کرد که اومدن خیابان بر علیه این وضعیت اعتراض کرد. خانم نجیبه سالزاده، بسیار سپاسگزارم که در این فرصت کوتاه و ضرب العجل وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین و با ما گفتگو کردین. سپاسگزارم. منم از شما سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار من گذاشتی. وقتتون بخیر.